انیشتین یک بار گفت که من میخوام افکار خدا رو از طریق ریاضیات بدونم. انیشتین دنبال یک معادله بود. شاید از یک اینچ بزرگتر نباشه که تمام حیات فیزیک رو در بر بگیره. زیبایی، شکوه و قدرت جهان تنها در یک معادله. این هدف زندگی او بود. کمپبل شروع به عکس برداری از منظره کرد. موقعی که شروع میشه، ابتدا ماه با خورشید تماس پیدا میکنه و شروع به پوشاندن چهره خورشید میکنه. خورشید کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میگردد تا آخرین لحظه که نور خورشید از وادیهای بین ماه و خورشید عبور میکنه و در آنجا پرتو نور روشنی وجود داره و در این زمان خورشید گرفتگی کامل شده است و این سیاه‌ترین سیاهی است که برای همیشه خواهید دید. مانند اولین خورشید گرفتگی، اینطوری بگم نفسم بند آمد. یک چیزی مانند آب سرد وقتی که می روی داخلش نمی تونی اونو باور کنی. میشه گفت که نفس گیره. واقعا نفس بند میاد. اون منظره باشکوهیست. اوه، اون قوی ترین تجربه یه که تا کنون در زندگیم داشتم. نیویورک تایمز یک گزارشگر داشت و اونها کد دیگری نوشتن. ابرها برای خورشید گرفتگی به کنار می روند. یک زیرتیتر کوچک در اونجا هست. آزمایش تئوری انیشتین که یک روزنامه آمریکایی به آلبرت انیشتین اشاره می کنه. کمپبل مورد اعتماد ترین ستاره شناس خود هیبرت دیکتریتس را برای تجزیه و تحلیل عکس‌ها برای پیدا کردن اثبات یا رد تئوری انیشتین می گمارد. با نگاه کردن به آن، ستارگان قابل رؤیت می شدند. یکی از ستارگان می بایست اندازه گیری می شد. باید آن ستاره با دقت در مرکز به علاوه چشمی دوربین قرار داده می شد و در گام بعدی یک خطکش مدرج می توانست در جهات X و Y خوانده بشه و یک موقعیت خیلی دقیق برای این ستاره می توانست مشخص شود. از آن اعداد می شد تعیین کرد که آیا ستاره به شکلی که موقعیتش را عوض کرده ظاهر شده؟ اینشتین پیشبینی کرده که فضای تحت تأثیر قرار گرفته اطراف خورشید یک خطای دید ایجاد می‌کند که باعث می‌شود به نظر برسد که ستاره‌ها به سمت بیرون با سرعت خیلی آهسته حرکت می‌کنند. اینشتین پیشبینی کرد خیلی کمتر از یک میلیمتر. غیر مشابه با تئوری‌هایی که مردم به کار می‌برند، تئوری عمومی نسبیت اینشتین پیشبینی‌های مشخص خیلی زیاد را انجام می‌دهد. خیلی به هم پیوسته، خیلی. این باید اینطور باشه و اگر نیست تمامیت بنیان ایده میبایست به دور انداخته بشه. اندازه‌گیری بی‌نهایت دقیق و با تلاش فوق‌العاده. هیچ جای مانور دادن در نسبیت انشتن نبود، چرا که ایده اینکه جاذبه جلوه انحنای فضا و زمان است. خواهی گفت که چقدر انحنا پیدا میکنه و برای ماده و نور در حضور چنین انحنایی چه اتفاق میفته؟ ماسوش کن و پیشبینی ها را انجام بده. اگر پیشبینی ها درست از آب در نیمد، نمیگویی بسیار خوب بگذار ببینیم آیا میتونیم تئوری را تنظیم کنیم؟ نه در این مورد. در این صفحات می توانید میزان زحماتی را که می بایست برای این اندازه گیری ها کشیده باشد ببینید. صفحه بعد از صفحه بعد از صفحه، برخی از صفحات ضرب در خورده است. تمام چیزی که نیاز بود یک آزمایش که نشان بده هر جنبه از نسبیت شکست خواهد کرد و او مجبور خواهد بود که به طور کامل به نقطه ترسیم و طراحی برگردد. کرتیس می بایستی به ستارگان نگاه کند ولی چیز غیر عادی نمی بیند. همه در محل‌های معمول خودشان ظاهر می‌شوند که فقط می‌تواند یک معنی داشته باشد. اینشتین اشتباه می‌کند، اما کمپبل تمایلی ندارد که شهرت خودش را با تجهیزات سرهم شده به خطر بیندازد. هیچ کس نمی‌خواد قبل از اینکه همه چیز دوباره بررسی بشه جواب را علنی کنه. بهترین تاکتیک سکوت کامل تا موقعی که از تمام یافته‌ها مطمئن بشیم. کمپبل به کرتیس فرمان می‌دهد که نتیجه‌اش را دوباره و دوباره چک کند. همچنان که کرتیس در ایزولاسیون کامل در قله کوه هامیلتون کار می‌کند، اروپا در هرج و مرج فرو رفته است. نظم اروپا کاملاً تغییر می‌کند. سه امپراتوری داریم که به فاصله چندین هفته از یکدیگر تجزیه شدند.
در 8 نوامبر 1918 قیصر ویلهلم تاج را ترک می کند. اینشتین در دفترچه یادداشت خود می نویسد کلاس به دلیل انقلاب تعطیل شد. در پیامدهای بعد از انقلاب دانشمندان شامل اینشتین هنوز اجازه سفر ندارند، اما ادینگتون می تواند. اینشتین در می یابد که او دارد به آفریقا سفر می کند تا از خورشید گرفتگی که توقع می رود در 29 می 1919 اتفاق بیفتد عکس برداری کند. وقتی که ادینگتون کمبریج را ترک می کند، تمام راهروها پر از تخت و اساس. کمبریج مجدداً شروع به پر شدن از دانشجویان می کند، اما آنها فلج شدند یا قطع عضو دارند. او هیچ هیاهویی به راه نانداخت. او بی‌بایست تنها به یک سفر ماجراجویانه می‌رفت. ادینگتون به اینشتین ایمان دارد و امیدوار است که دلیل اثباتی برای تئوری جنجالی وی به همراه بیاورد. اما در کالیفرنیا ستاره شناس کمپبل در حال آماده سازی برای تحویل دادن نتایج خودش است و خبرها به نظر می‌رسد ناامید کننده باشد. در دو جبهه و دو قاره اثبات تئوری اینشتین اکنون در یک ترازو قرار گرفته است. فوریه 1919 در بالای قله کوه همیلتون در کالیفرنیا، ویلیام والاس کمپبل در حال آزمایش و آزمایش مجدد از صفحات عکاسی که به نظر می‌رسد نشان می‌دهند که تئوری عام نسبیت اینشتین تئوری جاذبه اش اشتباه است می‌باشد. اما کمپبل یک مسابقه از طرف آرتور ادینگتون ستاره شناس انگلیسی که در مسیرش برای عکس برداری از خورشید گرفتگی در آفریقا می‌باشد در پیش رو دارد. ادینگتون بریتانیا را ترک کرده و به سمت جنوب می رود. او به آخرین روزهای سومین دهه زندگیش نزدیک می شود. در آن روزها سفر کردن راحت نبود. این مکان که در نواحی استوایی قرار داشت گرم بود. گرمای تابستان می بایست که یک مکان ناخوشایند بوده باشد. در حالی که راهشون رو در میان جنگل باز میکنن، مالاریا یک مشکل بزرگه. مارهای سمی در اونجا وجود دارن. اونها یک ماه رو صرف ساختن تلسکوپی در وسط جنگل میکنن. در روز خورشید گرفتگی قطرات باران در حال غلت خوردن به پایین هستند و او احساس خرد شدن میکنند. ناامیدی فوق‌العاده ای حاکمه، اما ناگهان به طور شگفت‌انگیزی یک شکاف در ابرها ایجاد میشه. او ماه سیاه رو میبینه و همونجا شتابان شروع به عکس برداری میکنه. دستگاه رو با همدیگه راه اندازی میکنن. آینه شروع به چرخش میکنه. بعد یک صفحه عکاسی در انتهای تلسکوپ میذارن. این صفحه باید با تلسکوپ نگهداری بشه و همه چیز باید به شکل درستی با همدیگه در یک راستا قرار بگیرن. یک مسابقه فوق‌العاده، اما باید آرامشمون رو حفظ کنیم و کنترل خودمون رو از دست ندیم. تمایل زیادی به بازگذاشتن لنز وجود داشت برای اینکه آشکارسازی درست انجام بشه. یک خطای پایه‌ای میتونه بعداً حرفت رو نابود کنه. زمان در حال گذر است. ثانیه‌های ارزشمند او اهمیتی به اینکه آسمان در حال تاریک شدن است نمی‌دهد. او به دنبال ستاره‌ای است که درست در کنار خورشیده، گویی که به اون سایده شده. اونقدر مشغول کار با تلسکوپ و تعویض صفحه‌های عکاسیه که انگار داره با ایمانش کار میکنه. او در اساس میبایست اعتماد کنه که چیزی روی صفحه عکاسی ظاهر خواهد شد. مانند کمپبل قبل از او، ادینگتون در آستانه یک شکست خرد کننده است. او به سرعت کشف کرد که اغلب صفحات بی ارزش هستند. ابرها تقریبا تمام ستاره ها را روی تک تک صفحات کدر کرد. اما چند صفحه عکاسی آخر تنها چند ستاره داشت که به اون مقداری جسارت داد که بتونه مجدداً با چیزی شروع کنه. میتونین تصور کنین که ادینگتون در یک جزیره دوردست با یک میکرومتر نشسته و نگاه میکنه. میدونین این تئوریسین برجسته به صفحات نگاه میکنه. نظم و انضباطش فوق‌العاده است. انجام دادن این اندازه‌گیری ها سخت. ما اینجا در زیر این چنین لایه زخمی از اتمسفر نشسته ایم. نور از فواصل دور جهان میاد و شروع به حرکت لرزانکی و نوسانی در اتمسفر میکنه. و زمانی که شما به نور ستاره نگاه میکنید، میبایست که یک نقطه از پیش تخمین زده شده نور باشد. اون به این اندازه است. فقط این اندازه. اونها در حال انجام اندازه‌گیری دقیق در وسط جنگلن. اون نمیتونه منتظر بمونه که به بریتانیا برسوننش. اینشتین خیلی مضطرب منتظر بود. اون نامه‌های خیلی زیادی از همکارانش دریافت میکرد که پیگیری خبر رو میکردن. ولی رابطه بین انگلیس و آلمان خیلی منجمد بود و اینشتین فکر میکرد که برای اون مناسب باشه که بنوشتن به یکی از این ستاره شناسان انگلیسی ادامه داده و بپرسه که چه چیزی در جریانه.
ادینگتون به رصدخانه کمبریج برمیگردد. همانطور که کمپبل در یک سفر دریایی به لندن می رود. کمپبل اینجاست تا برای جامعه ستاره شناسی سلطنتی سخنرانی کند. تاریخچه این سازمان به زمان اسحاق نیوتن برمیگردد. کمپبل اولین نفری است که صحبت می کند. او عصبی بود به خاطر اینکه احساسات زیادی در رابطه با این آزمایش برانگیخته شده و شهرت زیادی در معرض خطر بود. استراب می باید بی اندازه بوده باشه به خاطر اینکه او روبروی همه همکارانش بوده. در اونجا یک لحظه وجود داره، لحظه‌ای که جلوی همتایان خودت میسی. فکر نمی‌کنم که شما هرگز احساس کنین که آماده هستید. درخششش بهتره. و در نهایت کمپبل نتیجه گیری خودش را اعلام می‌کند. او گفت انیشتن اشتباه می‌کنه و رصدخانه لیگ میگه که انیشتن اشتباه کرده. اما جلسه با قرائت مطلبی از طرف ادینگتون یک چرخش قابل توجه پیدا می‌کند. یافته‌های اولیه او درست نقطه مقابل را نشان می‌دهد. انگلیسی ها میخواستن بگن که انیشتن درست گفته. ادینگتون هنوز محاسبات زیادی در پیش رو داشت که تا چند ماه آینده آماده نخواهد بود. اما اینجا ما یک جلسه ویژه از طرف انجمن ستاره شناسی سلطنتی داریم. همه دارن تماشا میکنن. کمبل میگه انیشتن به خطا رفته. انگلیسی ها میگن ما هنوز نمیدونیم، اما اینطور به نظر میرسه که اون ممکنه درست گفته باشه. کمبل یک پیام فوری به همکارانش در آمریکا میفرستد که در آستانه نشر نتیجه گیری منفیشان در مورد تصاویر خورشید گرفتگی هستند. آن یک تلگراف تاریخی از 5 کلمه بود. انتشار نتیجه گیری انشتین را عقب بیاندازید. کمبل 4 ماه بعد در 6 نوامبر 1919 ادینگتون از کمبریج به لندن سفر میکند تا در جامعه ستاره شناسی سلطنتی سخنرانی کند. او یافته هایش از تصاویر در مورد تئوری اینشتین را به پایان رسانده بود. هر کسی تلاش میکنه راه خودش به اونجا رو باز کنه تا ببینه نتیجه چی میشه. پورتری نیوتن بر تمام مراسم نظارت داره. اگه نیوتن قادر بود که به این جلسه نگاه کنه، فکر میکنم که کاملا شیفته اون میشد. ادینگتون جلسه رو با اشاره به بنیانگذار انجمن شروع میکنه و میگه آلی جناب اسحاق نیوتن، ما رو ببخش، جهان شما واژگون شده است. خورشید گرفتگی به طور نسبی توسط ابرها کدر شد، اما چندین مقادیر آسمانی به دست اومده. منشی جلسه نتایج ادینگتون را ثبت میکند. اندازه گیری صفحات به این نتیجه راه برده که انحراف 1.75 از خورشید که توسط تئوری عام نسبیت اینشتین پیش بینی شده توسط دیدبانی از خورشید گرفتگی تایید شده است. حدس میزنم که علاقمندی عمومی که توسط این مسئله ایجاد شده مسئله فوق العاده ایه. در بیرون جامعه علمی هیچ کس حتی درباره اینشتین چیزی نشنیده است. چه رسد به تئوری عجیب و غریبش. نشریه تایمز در لندن میگه در حقیقت یک تئوری کاملا جدید از جهان وجود داره. ایده هایی که برای صدها سال برامون ناشناخته شده بودند غلط هستند و این مرد، یک دانشمند آلمانی، آلبرت اینشتین، به ما حقایق جدید رو ارزانی کرده. نیویورک تایمز یکی از بزرگترین تیترها رو داشت. مردان علم کم و بیش مشتاق بیشتر دانستن نتایج مشاهدات خورشید گرفتگی. تئوری اینشتین پیروز می‌گردد. و این آن موقعی است که نشریات آلمانی هم به این واقعه می‌پردازند. یک مجله برلین او رو با چهره رمانتیک، با موهای نسبتاً نمایشی که چشماش به دوردست نگاه میکنه نشون میده. عکسی گرفته شده تا جلد مجله رو پوشش بده. میدونید؟ یک چهره جدید در تاریخ جهان. هرچند ایده‌ای از مردم واقعاً ایده های اینشتین رو میفهمند، به زودی همه اسم او رو خواهند دونست. خرس‌ها با نام او نامگذاری میشن. برخی مادران نام او رو برای فرزندان خود میذارن. اینشتین هیچ وقت به ذهنش خطور نمیکرد که تئوری جاذبه مبهم او باعث هیجان زدگی تصورات عموم بشه. او میگوید رسانه ها دیوانه هستند. همه آنها یک مقاله میخواهند. آنها سخنرانی میخواهند. آنها عکس میخواهند. همه اینها دیوانگی است. می دانید که در یکی از اولین سطوح دوره عکسبرداری است که تصاویر اینشتین گرفته شده است. کابل‌های زیردریایی وجود دارند که مردم سراسر جهان میتونن خبرها رو به سراسر دنیا منتقل کنن. فیلم‌های خبری که مردم رو میبینید دارن حرکت میکنن و صحبت میکنن. There would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur and no Lister.
اما به رغم استقبال عمومی، دانشمندان هنوز تردیدهای خود را در رابطه با تئوری اینشتین دارند. مردم دارن اشتباه میکنن. اونا دارن به خاطر شهرت اینشتین تئوری اشتباهی اون رو میپذیرن. آنها این دو را یکسان مینگرن و این چیزی خیلی دور از آنچه که اتفاق افتاده میباشه. یک واقعه شروع میشه. در نیویورک تایمز شما میبینید که پیوسته سوال میکنن این دانشمند مشهور چه کسیه؟ بیشتر انگلیسی ها و بیشتر آمریکایی ها و بیشتر مردم از کشورهای متفقین بعد از جنگ خیلی نسبت به آلمان متخاصم بودند و اصلا علاقه‌ای به مصالحه نداشتند. خیلی از مردم میگفتند اوه ادینگتون اونقدر با هدف صلح و ارتقای برادری ملی برانگیخته شده، او اونقدر به این تئوری قانع شده که شاید به اینکه کمی جانبدار باشه کشیده شده. به او به خاطر سرهمبندی اعداد انتقاد شد. نتایج عکسبرداری از خورشید گرفتگی در دو مأموریت اکتشافی ادینگتون و کمپبل منجر به یک تصمیم گیری منفکس هم می شود. هر دو، هم اینشتین از زمانی که تلاش می کرد تئوری را در سال 1907 ارائه کرد اثبات کند و هم کمپبل که از سال 1911 روی مسئله کار می کرد، موارد شخصی بیشماری در گروه نتیجه آن دارند. حالا اون تنها یک مسئله مربوط به علم نبود، مسئله مربوط به شهرت بین‌المللی، مسئله شهرت شخصی بود. این شخصی بود. کمپبل جدول را چک می‌کند و در می‌یابد که بهترین خورشید گرفتگی بعدی برای عکسبرداری در استرالیا در 1922 خواهد بود، یعنی بیش از 2 سال دیگر. سال 1921 است و آلبرت اینشتین 42 ساله اولین فوق ستاره ی دانشمند می شود. اینشتین اقدام به انجام یک تور پیروزمند در جهان می کند. در آمریکا روزنامه ها گزارش می دن که یک کشتی در حال عبور از اقیانوس اطلس است. اینشتین در حال اومدنه. 15,000 نفر در منهتن منتظر دیدار اینشتین هستند. این اولین فیزیکدان تئوریسینه. اون تمام بالا و پایین ساحل شرقی رو سفر کرد. از غرب میانه عبور کرد. اینشتین یک پدیده استثنایی کامله. اما مهمتر برای اینشتین این است که جامعه علمی کماکان در حال بحث روی صحیح بودن تئوریش است و هرچه توجهات بیشتری به دست می‌آورد، تئوریش بیشتر در معرض تردید قرار می‌گیرد. در معرض انتقادات افزایش یابنده در مورد تئوری نسبیتش قرار می‌گیرد. مردم گفتند ما میبایست آزمایش را مجدد انجام بدیم. در سپتامبر 1922 یک خورشید گرفتگی کامل در استرالیا کاملا قابل رؤیت خواهد بود. او شروع کرد به نقشه کشیدن تا به طور کامل تجهیزات را نوسازی کنه. طراحی تمام عیار مجدد، طراحی دوباره به طور کامل با مقیاس هایی که در ذهنش این کادیلاک تجهیزات اندازه‌گیری تاثیرات اینشتین بود. ابتدا نقطه خورشید گرفتگی در قسمت خیلی غربی استرالیا بود، در محلی که ساحل 90 مایلی نامیده میشه. این بار کمپبل تنها کسی نیست که این هدف را دنبال میکند. 7 هیئت اکتشافی به استرالیا رفتند. بریتانیایی ها یک هیئت اکتشافی فرستادند. فرندلینگ یک هیئت اکتشافی را رهبری میکرد. از زمان روسیه این نخستین باری بود که فرصت آن را پیدا کرده بود. جان هرشل یک ستاره شناس بریتانیایی است که قادر گشت از هندوستان بیاید. و 2 هیئت اکتشافی استرالیایی نیز برای رقابت‌های جدی با کمپبل رفتند. بریتانیایی‌ها و فرویدلین توسط ابرها از دور خارج شدند. یکی از استرالیایی‌ها نتونست هیچ اطلاعاتی به دست بیاره. تجهیزات آنها بی‌مصرف بود. ارشد بیچاره از هندوستان یک آسمان زیبای عاری از ابر به دست آورد ولی به مشکلات تکنیکی برخورد. کمپبل در سومین سفر اکتشافیش حالا خیلی بهتر آماده شده است. فکر می‌کنم نتایج 92 ستاره نشان دادن که اثر اینشتین یک توهم نبود، بلکه همانطوری که اینشتین پیش بینی کرد خیلی روشن و خیلی بدون ابهام. این یکی از لنز هاست که تئوری نسبیت را تایید کرد، اما نور در حقیقت از این لنز عبور می‌کند و روی این صفحه می‌افتد. این چیزها جالب هستند. منظورم این است، این قلب است و ستاره ها می توانند در اطراف خورشید گرفته شده دیده شوند. اینجا که برجسته شده، انحرافی که توسط نسبیت پیش بینی شده را نشان داده است. اونها میخ اون رو کوبیدن. اینشتین خیلی درست می گفت. آن یک موفقیت شخصی غرورآفرین برای کمپبل و یک نقطه تحول برای علم بود. گروه لیگ سرانجام موفق می شوند نتایج فوق العاده ای را به دست بیارند.
و با تنین اندازه‌گیری های 1919 ادینگتون را تایید و اثبات می‌کند. اما اولین کسی که کمبل برای او پیام و با نتایج فرستاد چه کسی بود؟ آلبرت انیشتین. او می‌خواست انیشتین بداند که ما تو را تایید و حمایت می‌کنیم. ما نشان می‌دهیم که ادینگتون علی‌رغم مقاومت فرسایشی درست می‌گفت. برای انیشتین این یک پیروزی شگرف بود. ماموریت اکتشافی خورشید گرفتگی به ما دلیل اثباتی شگفت‌انگیزی میده از چیزی که به نظر تئوری گونه میرسه. آنها نشان دادن که فضا زمان در حول خورشید انحنا پیدا کرده است. یک روش کاملا جدید از تفکر در مورد اینکه چگونه جاذبه عمل میکنه به وجود آمد. چقدر عجیب است. آن کاملا مخالف درک مستقیم ماست. اما آن چیزیه که اطلاعات نشون میده و شما با اطلاعات نمیتونید بحث کنین. طبیعت موافقه. بله انیشتین، این یک تئوری زیباست. شما درست میگید. سرانجام 15 سال پس از ارائه تئوری بنیادین نسبیت عامش و به مسیر درست آوردن بیش از دو قرن تفکرات علمی، تئوری اینشتین تقریبا پیروزمند و اثبات شده است. کمیته نوبل در سال 1919 و 1920 و همچنین در 1921 جایزه را به او نداد، چرا که هیچ کس تئوری نسبیت را قبول نمی کرد. اینشتین قول داده بود که پول به دست آمده از جایزه را خرج طلاقش از مالوا و نگهداری وی از دو پسرش کند. مالوا به طلاق تن داد و با پسرها در زوریخ زندگی می کرد و منتظر پولی که از جایزه نوبل به دست می اومد بود. در سال 1922 بود که بالاخره جایزه نوبل وی رو اعلام کردند. یکی از تناقضات اون اینه که اون هرگز جایزه رو به دلیل تئوری نسبیت نبرد. در عوض اینشتین آن را برای اوراق اولین سال اعجاز آمیزش دریافت می‌کند که تأثیر فوتوالکتریک را توضیح می‌دهد. این کار پایه کوانتوم مکانیک می‌شود و رازهای اتم را می‌گشاید. برای همسر سابق اینشتین مالوا جایزه معنیش چیزی است که در عمل کارایی بیشتری دارد. مالوا زندگی خیلی خوبی با این سرمایه گذاری فراهم نکرد، اما زندگیش را سپری کرد. برای دختر عموی اینشتین السا که از او در روزگاران سخت پرستاری میکرد و صبورانه برای سالیان منتظر ماند، نتیجه منشأ خیرات بود. اینشتین را قانع کرد که با وی ازدواج کند. شگفتی بزرگ، اون یک ازدواج عجیب. هیچ وقت این فکر رو نکرد که این یک روش زندگی عالی برای او است. دنیا پس از بهبودی از آثار یک جنگ هولناک، مردی را با شغل مبهم فیزیکدان و تئوریسین در بر می‌گیرد و او را به یک نماد جهانی تبدیل می‌کند. اینجا شما پایان ویرانگرترین جنگ را در حافظه اروپا دارید. اینجا این صلح طلب قدیس با موهای پریشان، چشمانی نافذ فرا می‌رسد و همه مردم از اقیانوس اطلس در آلمان و در انگلستان و در آمریکا همه میتونستن از اون به عنوان مرد صلح، اما همچنین کسی که علمش وحشت‌هایی از جنگ رو بالا برد، یاد کنند. فکر می‌کنم این اونجایی بود که تنین احساسی دستاورد او وارد شد و به همین دلیل مردم اون رو نه فقط به عنوان یک انسان باهوش، بلکه به عنوان یک سمبول، شاید سمبول همه جانبه از اونچه که انسانیت میتونه به خوبی انجام بده، در مفهوم انسانی اون آشکارا به شکلی شگفت انجام داد. داستان او دانشمندی که به تنهایی دنیا را واژگون میکند جذاب است. در محل کارش تنها با بکارگیری ذهنش و یک مداد، اینشتین یک کشف نامانوس کرد که به همان میزان برای عموم جذاب بود که موسیقی و فیلم‌های روز جذاب بودند. اونا راز رو دوست داشتن. اینشتین خودش اینطوری گفت. حقیقت این که جهانی شگفت‌انگیز با چهار بُعد وجود داره. خم شدن فضا، زمان مستمرن کار میکنه. عالی. نور به شکلی که انتظارش رو نداری حرکت میکنه. این به نوعی ایده های رمانتیک، ایده هایی که ذهن رو به تعظیم وامی داره و مردم اونا رو در همه انواع روش ها برمیگزینن و کیفیت خوشایندش رو در خودش داره. او طوری میتونست به مسائل بنگرد که هیچ کس دیگری نمیتونست. او عناصر جهان رو کنار هم گذاشت و دیگران تصور اینو نکرده بودن که با هم جور در میان. آیا در موردش فکر کردید؟ تمامی عصر مدرن، عصر پرتو لیزر، ارتباطات، ماهواره، این عصر با کلام آلبرت اینشتین گشوده شد. برای مثال حفره سیاه و ستاره‌های نوترونی و خود مهبانگ رو نمیتونستین به اندازه کافی بدون تئوری نسبیت عام اینشتین توصیف کنید.
تئوری عام نسبیت یکی از بزرگترین دستاوردهای ذهن انسان است. زیبا و ساده و عمیق. اینشتین در سال 1955 در سن 76 سالگی از دنیا می رود، اما بیش از نیم قرن بعد این انسان و تئوری هایش به تسخیر اذهان عمومی و الهام بخشی به آنها ادامه می دهند. او انسانی بود که به خاطر قدرت هوشش، قدرت خالص ذهنش قادر بود که از فقر به بالا صعود کنه، از جنگ و نزاع فراتر رفته و یکی از بزرگترین چهره ها در تمامی تاریخ انسان باشه. و این یک الهام بود، چرا که مجبور نیستی که زیبا به دنیا اومده باشی، نمی باید که عضلانی به دنیا اومده باشی، ارزامن با این خصوصیات نمی باید به دنیا اومده باشی، تو میتونی با قدرت نابدرایت به اون دست بیابی. و او برای من همیشه یک چراغ راهنمای درخشان بوده.